این منطقه جنگ زده و ویران شده یکی از قریه های ولسوالی کوت ولایت ننگرهار است که گروه داعش در آن فعالیت داشت. اما با پایان عملیات شفق این منطقه اکنون در تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده است. تاج محمد سربازی اردوی ملی در بازار سید احمد خیل به رادیو آزادی گفت که داعشیان از این مدرسه به عنوان محکمه استفاده می کردند و فتوای قتل برخی افراد را نیز در اینجا صادر می کردند. محکمه شست، جای چیزش از ملیس میگرد، تصاری را جزای میکنه. حالا که این قریه در تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمده، باشنده های آن خوشحال هستند و میگویند که به زندگیشان ادامه خواهند داد. عبدالملک باشنده سید خیل میگوید در این محل ظلم و خشونت های جدی در برابر مردم صورت گرفت و به همین دلیل مردم به دیگر مناطق مهاجر شدند. وی میگوید افرادی که در این محل باقی مانده بودند بعد از ساعت 5 عصر از حراس جنگجویان داعش از خانه هایشان بیرون نمی شدند. و ډیر خوشاله و زکه چې مخکې نشو کولای چې موږ د غزه کې ناس و مخکې به چې ماخام 15 بجې به خلک په کورونو لنن واته د یری نشو راوته اوس خو ان شاء الله دا خلک خو ګوري تاسو ټول چې تاسو په وړاندې ناستی ګوري تاسو خلک دا کوي. وی میگوید اکنون که این منطقه به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است مردم خوشحالند، اما تاکید دارد که هنوز نیز مردم مطمئن نیستند. من غواړو چې دغه ولسوالی نورم پاک شي او حمایت شي صفا شي. مخکې د دې ځای نه خلک ډیر کړی وړی وي، ان شاء الله اوس راغلي څه ستونزه نشته ډیره. خو ستونزه همدا ده چې خلک ایریږي اوس هم هغه شانې نشي کولی چې خپل ځای له راشي داسې په ډاډمنه فضا کې. موږ د دولت نه دا غواړو چې یو کنډک منظور کړي، یو دولت سره خوار څه ډیر دی چې یو داسې یو دغه وکړي چې د ټول ولسوالۍ خلک ورسره خوشحاله. موږ خوشحاله یو، خو د یو ځان خوشحالۍ منی څه نه کېږي، باید چې ټول خلک خوشحاله. عملیات علیه گروه داعش از 10 روز به این سو در ولسوالی های کود، اچین، نازیان، سپینغر و هسکمینه ولایت ننگرهار جریان دارد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید در این مدت ولسوالی کود از وجود داعشیان پاکسازی شده و در سایر ولسوالی های این ولایت عملیات تحت نام قهر سیلاب آغاز شده است. وی میگوید در جریان این عملیات ننگرهار به گونه کامل از وجود جنگجویان گروه داعش پاکسازی خواهد شد و مردم در مناطق مختلف این ولایت به زندگی عادیشان ادامه خواهند داد.